در این قسمت از مجموعه آموزشی مایه بادکنکی میخواییم در خصوص نحوه کار با مؤلفه میرور کات سرفیس کار کنیم. مؤلفه میرور کات سرفیس توی افزونه مایه بادکنکی تو بخش سرفیس ها اینجا قرار داره. میرور کات سرفیس. ورودی اول از من شکلی رو میخواد که میخوام قرینش رو به دست بیارم. بس میام تو قسمت پارام سرفیس رو انتخاب میکنم. ورودی اونم باید حتما از نوع سرفیس باشه. تو این مؤلفه. صفحه قرینه رو از من میخواد، میگم صفحه YZ خب الان قرینه این شکل باید تو این فاصله پیدا بشه. اگه پیدا نشود بعضا به خاطر این جهت قرارگیری این سطح صفحه است، میتونیم جهت رو معکوس کنیم تا بتونیم قرینه رو بهتر داشته باشیم، که این کار رو گزینه فیلیپ انجام میده، که کافیه یک متغیر یا یک مؤلفه بولی براش مشخص کنیم. پیش‌فرض چی بوده؟ پیش‌فرض فالس بوده، بس اینجا ما می‌ذاریم ترو که برعکسش کنیم. و حالا نکنی به من یک میرور داد. ببینید این شکل از این صفحه چقدر فاصله داره؟ همون قدم این سمت فاصله داره. خب این در واقع یک میرور معمولی انجام شده، اما قابلیت این مؤلفه رو این نیست، چون ما اینو خب تو حال خود گراساپر هم داشتیم که فقط میرور کنیم. میرورش در واقع یک جورایی مثل مؤلفه سیمتری داخل، مثل اسلاگر سیمتری در 3D Max که علاوه بر اینکه میرور می‌کرد چیکار میکرد؟ شکل‌ها رو با هم ادغام هم میکرد. این مؤلفه هم همچین کاری رو انجام میده با استفاده از ورودی‌های R و O. با استفاده از این ورودی‌ها دو تا صفحه جدید ایجاد میکنه و فاصله‌ها رو بر مبنای اون صفحه تنظیم میکنه. برای مثال من یه مقدار مثلا 3 و 2 رو بهش میدم به R. R کارش چیه؟ R کارش اینه که این محوری که شما بهش میدین و این مقداری که فاصله میکنین، از این محور و این فاصله این دو تا سطح به هم میرسونن. میبینید کوچیک و میبینید به هم میرسونه این دو تا سطح رو، و از طریق اون میتونیم سطح‌های جدیدتری ایجاد کنیم. یه پیوستگی بین این دو تا ایجاد میکنه. ورودی او یا آفست در واقع از این صفحه شکل رو کشدار میکنه، نه اینکه مثلا بگیم خودش شکل اگزاجر میشه، نه، از اینجا شکل رو در واقع بزرگترش میکنه. یعنی قبلا صفحه اینجا بود و این فاصله بود، اون فاصله رو خیلی بیشتر در نظر میگیره. مثلا میذارمش 3، نگاه کنید، میدم به او، میبینید فاصله شکل میگه رو خود شکل تأثیری نداشته، اما نگاه فاصله داره تنظیم میکنه. حالا برای کارهایی که شما استفاده میکنید کاربرد داره. اینا رو بذارید من مخفی کنم، بذار کار خلوت بشه. خب ورودی جی در واقع کار جوین کردنه، یعنی میگه این سطحایی که ایجاد میشه رو به هم جوین میکنه، که حالا پیش‌فرض تروه. ورودی کا و ورودی تی و ورودی بی این سه تا روی پیوستگی سطح کاربرد دارن، و تی و بی خیلی به هم وابسته هستند. این دوتا تی یه همون درجه پیوستگی رو مشخص میکنه، میگه نحوه اتصال این شکل به این محور، این دوتا میخوان به هم وصل بشن تو محل تلاقیشون چجوری باشه، صاف باشه، تانژانتی باشه، کروچر باشه یا شکسته باشه. و بی هم میاد یک فاصله رو تنظیم میکنه برای همین محوطه ها. برای مثال مثلا تو این شکل شاید خوش بهتر نشون بده. بذاریم من شکل رو عوض کنم، مثلا این شکل، اینو مخفی کنم، اینو مخفی کنم. همون کار میرور رو انجام دادیم دیگه، میبینید همون کار میرور رو انجام دادیم. اما این بار نکنیم، من مثلا درجه تی رو میذارم رو مقدار مثلا 1، میخوام یک مقدار تانژانتی باشه، نرم باشه. میبینید اینجا رو قبلا نکنید 1، یعنی صافو کشید. اگه یاد باشه تو راینو اینا رو داشتید دیگه، زمانی که بلند میکردین دو تا سطح گزینه داشته دیگه، لاینیر باشه یعنی صافو کشیده باشه، یا شکسته باشه، یا پوزیشن باشه، یا تانژانتی باشه که محل اتصال نکنید، یا حالت نرمی داشته باشه، یعنی 1، که دیگه اون خط درز ما نبینیم. و حالت های دیگه هم داشته، کروچر و گزینه ناون. و این بی هم یک مقدار میگیره بین منفی تا مثبت، که در واقع این قوس رو تنظیم میکنه، که این محوطه ای که اینجا هست رو تنظیم میکنه. برای مثال من یک مقدار عددی بهش میدم توی بازه مثلا منفی 1 و 1 بهش وستش میکنم. الان دیدید یه ذره اومد بالا، الان میارمش با کنم منفی داره نزدیک ترش میکنم، میبینید داره باد کرده میشه. میبینید میتونیم بیکم بگیریم، شکل رو نگاه کنیم. توی خروجی حتما برفه، خب یا بیرفه، سرفیس دیگه نیست، اینا رو حواستون بهش باشه. میبینید شکلو
در واقع تو این قسمت ها اون گزینه آخر کار کرده. میبینید این قسمت، برای این قسمت خسته نباشید.